از اونا هم سبا شده. باشه یه صده وحشتناکی داد، یعنی برو عقب. میبینید بهتون الان یاد میدم که بدون آتش زنه آتیش روشن کنید. اینجوری آتیش بزنید. شن ها باد زده و این دیواره ها رو تشکیل داده. آدم فکر میکنه سنگ این دیواره ها. دین آقایی که ریختی، خانومی که ریختی، این میوه کی تا لنجس به منظره گند زده تو منظره. اینجا کلوت شهداد است، گرمترین نقطه زمین. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. یه قسمت دیگه و یه جای خیلی باحال اومدیم، کلوتای شهداد کرمان که واقعا زیباست و از اون زیباتر اینه که ما داشتیم یه جاده رو میرفتیم و خوردیم به جایی که سیل دریاچه درست کرده که جاده رو هم شسته. سیل جاده رو کاملا برده و دریاچه درست کرده که به این شکل دریاچه‌ش. و زیر پا هم نرمه کاملا، نکنه زیر پا کاملا فرو میده، یعنی یه سر خطرناک مونگن اینجا. آهنگی که میشنوید خواننده آن منصور حسنپور میباشد. همینجور که داشتیم میرفتم اینجاها دور میزدم به یه دریاچه سبز توپ رسیدم که فکر میکنم واسه پادر خیلی خوب باشه، چون نمک خاصیت آرامش بخش داره. واسه فقط اونایی که فشارشون میره بالا اصلا پاشون تو نمک نذارن. این چیه؟ آشغال میگه وسط اینجا گذاشتم. هرچی آشغال دیدیم بچه جمع کنیم بزنیم تو گوله پشتیتون و یه سطل آشغالی دیدیم بندازیم تو سطل آشغالی. این که من چرا گوش نکردم به خاطر اینکه منم حرف میزنم عمل نمی کنم. حالا برگشتن جمعش کنم دمپایی و این هم همین دریاچه خوشگله. به وقت تنگی و سختی شوگار دلم پرپر کنه سیاد غرفات ز غرفیم و عبار غرس بسیار زنم غردم بدم ده بچیشم دم آبشونم چه مزهیه. خیلی نمکی بود. پنج دقیقه فیلم برداری کردم، 10 دقیقه فیلم برداری کردم از یه جا این نداشت خود جمع کرده. اینجا کلوتای شهداده، یکی از کلوت هاست که بر اثر باد اینا تشکیل شده، این کلوت تشکیل شده. خود کلوت هاست، ببینید این دیواره های عظیمی که ببینید تشکیل شده به این صورت. جنس خاکش رو نکنید، خاک، همش خاک، ببینید همش خاک، یعنی بر اثر خاک اینجا فشرده شده به هم و این آتش داره، ببینید این و چه دیواره صاف خوشگلی اینجا ایجاد کرده بر اثر خاک. خواهش میکنم میگن تو طبیعت دیگه آشغال نریزه نمی کنید این به منظر به این قشنگی. خدایی نکرده یه کره پالخ میخواد بیاد اینجا، یه حس این رمل ها و شن ها رو با پاهاش احساس کنه، چون احساس خیلی خوبیه. بعد خدایی نکرده فکر کنید خواهرتون، مادرتون، آقا خواهر مادر ندارید، پدرتون، پدر ندارید، فامیلتون، اقوامتون، خانومتون، فرض کنید خدایی نکرده وسط این بیابون که کمترین جای آمبولانس 40 کیلومتر 50 کیلومتر فاصله است بزنه پاشو با این شیشه ها ببره،
چه حسی بهتون دست میده؟ واقعا چرا این شیشه ها رو میشکنید اینجا میریزید؟ چرا آشغال میریزید؟ آقا کی گفته که میوه تجزیه میشه؟ تا تجزیه میشه 2 سال طول میکشه، 1 سال طول میکشه، اصلا 2 روز طول میکشه. شاید 2 روز بعد از شما یکی بیاد اینجا، الان اونجا من میبینم بازم آشغال میوه است. آخه چرا این کار میکنه؟ الان این چیه آخه؟ این چیه؟ من نمیدونم چرا این کار رو میکنه. خب الان من مجبورم اینا رو جمع کنم. الان من نمیدونم، من اون دمپایی هم که اونجا جلوتر انداختم رو جمع کردم تو کولم گذاشتم. ببینید بکن میوه کی گفته این میوه رو کی تا الان ریختین؟ آقایی که ریختی، خانومی که ریختی، این میوه کی تا الان اینجاست؟ ببین منظره گند زده تو منظره. آقا یکی بیاد میگه نگاه کن ایرانی ها، نخون سر تو سر آشغال. ببین دستمال انداختین اینجا. آقا من نمیدونم چرا آخه این کار رو میکنه. من نمیدونم الان خدای نکرده یکی پاش اینجا ببره چی کار میکنی؟ من نمیدونم چه لذتی داره اینجا زدین شکونیم بابا. اصلا شما هیتمن، اصلا شما یه زن بهادر. آخه که چی؟ واقعا که چی؟ خیلی مسخر است این حرکتتون. جمع کنین این کارا رو نکنید. اصلا آدم خوب کنید بکنید. پلاستیک بزرگ داریم واسه آشغالا؟ زنم کردم بدم دل سی تو دریا برام. یکی از همین کلوت ها، کلوت به معنای کلش به معنای آبادی و لوت که کبیر لوته. اینجا ببینید این صخره هایی که به این خوشگلی در اومدن همشون شنن، شن هایی هستن که به این شکل در اومدن. ببینید بر اثر میلیون ها سال، هزاران سال شنها باد زده و این دیواره ها رو تشکیل داده. آدم فکر میکنه سنگ این دیواره ها، در صورتی که سنگ نیست، این همش شنه. ببینید چه خط برشی زده اینجا، اینا همشون شنن که به این صورت باد زده و این منظره ها رو تشکیل داده. ببینید بهشون میگن کلوت، کلوت شهداد. حالا این در حال تشکیله، مثلا این یه بچه کلوته، نمونه کوچولو در حال تشکیله. این بچه اینه، احتمالاً این پدر مادر بچه است. ببینید چقدر لایه لایه خوشگل هم دیجم شده. ما دست نزنیم که این همینجوری بمونه. آهنگی که میشنوید خواننده آن علی نیکوکار میباشد. چایی آتیشی هم روشن کنم، از درخت کنده نشده. من تأکید کنم اینجا قبلا اینجا یه اجاقی بوده که خدا خیرش اومده رو اجاق پوشوندن. ما الان میگیریم و استفاده میکنیم برای عوامل خودمون. خب بهتون الان یاد میدم که بدون آتش زنه آتیش روشن کنید. این چوبا رو اینجوری میذارید، این چوبا حتما تو ماشینتون روغن نباتی یا روغن برای سرخ کردنی پیدا میشه. این روغن رو بگیرید. بعد چند تا دستمال کاغذی بگیرید، دستمال کاغذی ها رو و نذارید بدون اینو اینجوری درشو باز کنید، درشو بذارید یه جای خیلی تمیز، روش روغن بریزید و اینو بذارید کجا؟ اینو بذارید زیر چوبتون. این من قشن دقیقه باتون نشون میشه. اینو بذارید زیر چوبتون اینجا، اصلا این برمیزارید از دو طرف. وقتی این کار کردید اینجا تا بهتون بگم چی میشه. اینجوری آتیش بگیرم میکنی تا زمانی که اون روغن هست قشنگ آتیش میگیره. ببینید بچه ها، میبینید دستمال کاغذی نمیسوزه،
فقط داره روغنش میسوزه، میبینید؟ و این راحت آتیش میگیره. اینم ترفند من که نیازی به آتش زنه و مواد خطرناکی مثل بنزین نداشته باشید برای روشن کردن آتیش. کلاه مشتی گذاشتم. آخ بیچاره شدم، مامانم منو میکشه. بیشتر هر چقدر بیشتر بریزید بیشتر موندگاری میمونه. اینجوری میزنید، میزنید اینجا تو آتیش رو روشن میکنید. وقتی روشن شد ببینید الان این دیگه به دو استفاده شده. باید بشونمش. کماکان داره آتیش میگیره تا زمانی که قشنگ آتیش بگیرون نخواه با همون بدون آتش زنه. می‌بینید؟ خیلی راحت میتونید هر هیزومی رو روشن کنید. مخلصیم. اینم از ترفند. بازم بهتون ترفند یاد میدم. حالا که اینجوری شد از این به بعد ترفند بهتون یاد میدم. اینجا واسه داره میسوزه. نگین نمیشه چیزه. هیچ آتش زنه هیچ کس هم اجازه نمیده. فقط این آتیشه. خب یه حالت سوختن داره میده ولی باز هم دستمال کاغذیش میبینه. دستمال کاغذیش سالمه. اینو کی به من یاد داد؟ یه آقای پیر مرد فکر میکنم 90 ساله، یه چوپان 90 ساله به من یاد داد این ترفندو که من مونده بودم و ازش تشکر کردم و دو سه تا ترفندم من بهش یاد دادم که اون دو سه تا ترفندو من در آینده بهتون میگم چیه. با همون آتیشا و میگم با همون دستمال کاغذی آتیشو درست کردیم و پایمون رو زدیم و کتریمون رو گذاشیم و در حال جوش اومدنه. جایی همه تون خالی بریم برای دقیقا انگار داریم یه کوه رو میریم بالا و این همهش برای سر خاک و باد اینجوری شده. میبینید چه ارتفاعی رو بریم بالا تا به این کلوت ها، یکی از این کلوت ها رو ببینیم. دقیقا داریم یه کوه رو میریم بالا و واقعا داریم یک کوه میریم بالا. کلوت های شهداد کرمان واقعا فوق‌العاده است. جالبه این مرسر خاک و باد تشکیل شده. الان ما بالای یکی از این کلوت ها داریم راه میریم. میبینید که چقدر ارتفاع زیاده. سایه من رو نگاه کنید ببینید چقدر. پاهای من اینجا، سر من اونجاست و همونجور که بیایم بالا به این منظره میرسید که پر از کلوته و کلوت های فوق‌العاده قشنگ که واقعا ارزش دیدن داره. اینجا بسیار زیاده و بسیار زیباست. کلوت هایی که بر اثر باد و خاک ایجاد شده و یه منظره فوق‌العاده بکر و خوشگل میده. اونجا نگاه کنید که بین نمک ها زده بیرون و اونجا هم در حال تشکیله و این شگفتی طبیعت ایرانو میرسونه که اینقدر زیباست. حالا من یه ذره بگیرم این قطعه دوباره ببینید چقدر ارتفاع سیاده. من یه سنگ به عنوان نمونه بنزم پایین بزنم. این ارتفاع خیلی زیادی داره. عزت ببرید به اون بالا. اینجا کلبیتاسیه واقعا فوق. لبه هاش رو سر کنید نداره. من خیلی لبه اومدم میترسم بیوختم ولی ارتفاع خیلی زیادی که فکر میکنم کمی کمش 20 متر باشه. خیلی احتیاط کنید که میاد این جوجه ها خودتون صدمه نزنید. ببینید چقدر زیباست و چقدر شگفت انگیزه طبیعت ایران. Yeah.
کویر لوت از زیبایی های بسیار قشنگ کلوت شهداد. همینجوری هم ببینید من خوشتون شما دارم. اینا کلوت های شهداده که واقعا فوق العاده است. من بچسبیم مثل من نباشید اینجوری بی احتیاط. ای مگه هست تو این صورت؟ مگه هست واسه ثبت حسنه تو همین کلوت شهداد میتونید آفرود سواری کنید، یعنی ماشین گذاشتن واسه آفرود. و اینجا هم وسیله نقلیه قدیمی بدون بنزین هست، شتر و اسب که میبینید اسب و شتر رو نگاه کنید. این شتر خیلی خطرناکه، من سمتش نمیرم چون اصلا کینه شتری، خیلی از کینه شتری میترسم. و اینم که اسب دیگه، بذارید اسب سواری کنید و شتر از اونها هم سوار شه. باشه 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 باشه. یه صدای وحشتناکی داد، یعنی برو عقب. منم میرم عقب. اینجا کلوت شهداده، میرم اینجا افتاده. بچه ها به یه چیز خیلی باحال خوردم اینجا، به یه چیز خیلی باحال خوردم اینجا. و اونم این خونه هاست با این سبک معماری هاشون. نگاه چه خوشگله، با هیچ مسئله ای نداره، فقط تنابیه که با همین نخلا درست شده. و اینجا هم که اینجوری منظره بسیار زیباست. اینجا نخوش نخونه سقفش رو میبینید، سقفش از هیچی نیست و همین رو به صورت کلافان هم بستن. و یه دونه آلاچیق خیلی باحال درست کردم، این آلاچیق شده. این نمیخوانید چقدر خوش کرده. بچه ها تو کلوت شهداد یه سری گلدون هایی میبینید که اینجوری اگه بزنی میبینید که ماسیزه، ماسه است. خب ماسه های کبیره. خب اینا خاک جلوشو گرفته، میخوام ببینید تیغا و این گلدون ها رو تشکیل داده و در اثر فرسایش خاکه، میبینید فرسایش باده که اینجا تا اینجا روش کرده و رفته بالا. هر چی بزنیم بریم پایین همش از این شنای کبیره. میبینید این گلدون ها رو تشکیل داده و این گلدون ها خیلی زیاده. بچه ها یه کار خطرناک کردم، اومدم تو غار، یه غاریه که میگم غار میگم غار تونل. بچه قندیل ها رو نگاه کنید چقدر قندیل های باحالیه. به خاطر سرمای هوای اینجا این قندیل ها شکل گرفته. نگاه کنید این قندیل ها، باشو بکنم سرده بندیرش که یکی از تونل های اینجا بیاد که نزدیک شهداده. اینا اینجوری تشکیل شده از سقف آویزونه، خیلی زیادن این قندیل ها. خب یکیشو ببرم بیرون. این از این ببینید چقدر سرده. اینا ببینم، اینه اینم کنده یخ دارم میکنم.
خب بچه ها یه قسمت دیگه هم تموم شد. من از کلوت شهداد با شما خدافظی میکنم. سابسکرایب، لایک و کامنت و اشتراک گذاری یادتون نره و اینکه منتظر قسمت های باحال دیگه باشین که قراره بتری کنیم نادیده های ایران رو قراره با هم دیگه ببینیم. خیلی مخلصیم از کلوت شهداد با شما خدافظی میکنم. خیلی چاکریم. خدافظ.